باشگاه یک اسطوره خفن. توی یه گردونه 20 تا از معروف ترین باشگاه‌های جهان رو قرار دادیم. پس این گردونه رو می‌تونیم بخونیم و هر باشگاهی در بیاد، مثلا بارسا، اسطوره اون باشگاه وارد ترکیب میشه. میریم که گردونه اول رو بشه کنیم. به امید این که رئال و بارسا، رئال عزیز دلم در بیاد، همین اول کار میچرخونم گردونه رو به امید که رونالدو بیارم ترکیب. لیورپول، استیون جرارد یه بازیکن کاملا انگلیسی که تمام طول عمرشو برای لیورپول زحمت کشید. جرارد 17 سال از دوران اوج فوتبال خودشو توی لیورپول گذروند. 504 بازی واسش انجام داد و 270 گل به ثمر رسوند. پس برای هواداری این باشگاه یک اسطوره خاص تلقی میشه. پس جرارد بهمون اولین بازیکن برای ترکیب شد. عشق. حالا میرم سراغ باشگاه بعدی. به امید این که رئال مادرید یا بارسلونا در بیاد، مسی و رونالدو بشه بود دو تیم، بایر مونیخ. اما بایر مونیخ اسطوره خیلی زیادی داشت، از جمله ریبری، الیور کان، روبن یا حتی ماتئوس هم هست. پس رفتم سرچ کردم تا ببینم کدوم یکی از اسطوره ها رو باید وارد تیم کنم. چقدر بایر مونیخ اسطوره داشته حاجی، من اسم اینو یادم رفت، چقدر من اینو دوست داشتم. کروس هم تو بایر مونیخ بوده. به اسطوره عشق هریکین، یه سال اومدی اسطوره شدی واسه بایر. حاجی نویر هم هست. آخه احمق، الیور کان وقتی دروازه بانه نویر کی آدم حساب میکنه؟ او بعد از چشماش میباره. این عکسو جلو کاسیوس واسه داری دعوا میکنی؟ دیده بودم این عکسو. بنابراین الیور کان به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. چی از اتلتیکو اصلا کی اسطوره بود؟ من چینو چرا اینجا گذاشتم؟ بچرخون به امید اینکه رئال مادرید و بارسلونا در بیاد، بارسا در میاد. گلاتاسارای، من یه اسنایدر فقط میدونم توش بوده دیگه. کی بود؟ از اونجایی که اصلا یادم نبوده که گلاتاسارای اسطوره کی بوده، پس رفتیم سرچ کردیم تا پیداش کنیم. کی اصلا اسطوره؟ دروگبا. خاک تو سر من، چجوری من دروگبا رو از توی فوتبال نتونستم بگیرم؟ بجز اسنایدر و دروگبا یه بازیکن دیگه هم بود تو گلاتاسارای. همین سرچ کردم دیگه پوینتر نمیری. اما هرچی گشتم بجز دروگبا و اسنایدر هیچ اسطوره دیگه یه واسش پیدا نکردم. پس اسنایدر رو عنوان بازیکن بعدی برای ترکیب شد. فنرباخچه خدا وکیلی، اصلا چه اسطوره ای داشته مثلا فنرباخچه؟ تو شاد الله یار باشه. میچرخونم گردن رو به امید این که دیگه مسی رو بده به همون. وای بدبخت، از چلسی فقط پدر چکو میدونستم الان ازش کیو بیاریم. خیلی فکر کردم اما هیچ کس به ذهنم نرسید تا اینکه یکی رو پیدا کردم. پس رفتم سرچ کردم تو ببینم واقعا اون بازیکن تو چلسی بازی میکرده یا نه. دروگبا تورس هم تو چلسی بود آجی. من آقا لمپارد تو چلسی بوده، چجوری من یادم نیست؟ پس لمپارد اون بازیکن بعدی برای ترکیب شد. خدا وکیل اولمپیاکوس، چه بازیکن مثلا لژند و اسطوره‌ای داشته توش، مثلا خودم اینو ساختم، چجوری یادم نیست؟ برو یا علی مدد بچرخونم، ای امید این که این بار دیگه رونالد. مهدی تو کی بودی؟ مهدی تو کی بودی؟ پس رفتیم سرچ کردیم اسطوره اولمپیاکوس تا پیداش کنیم. اسم واقعا خوبی نداره باشگاه. اسم باشگاه بعد عوض بشه. فکر نکنم اینقدر احمق باشم که مارسلو رو تو اولمپیاکوس زده باشم. مارسلو رو اصلا من تو رئال بزنم. واسه چی اصلا من این باشگاه رو گذاشتم؟ توی سرچ گوگل هیچ بازیکن اسطوره‌ای رو از این باشگاه نیاورد تا اینکه یادم اومد. یادم اومد کیو خواستم. بیا آقا جان 70 تا بازی کرده، 3 سال تو اولمپیاکوس بوده تو دوران اوجش. قربونت شکلت. پس آقا ریوالدو به عنوان بازیکن بعدی برای ترکیب شو. اصلا از ظاهر شما آدم خیر میباره، اصلا چهره مجقز به قرآن، آدم خیر خوش قلب. حالا خوب برعکس باشه. بچرخون آقا، بچرخون یه باشگاه. کل رئال بارسا رو نمیخوای بدی دیگه، لباسم عوض میکنم. همینجوری که داشتم تو دلم به صاحب این گردونه فوش می‌دادم یادم اومد اسطوره‌های اتلتیکو کیان. فرناندو تورس بازیکنی اهل اسپانیا که ورود و خروجای زیادی به اتلتیکو داشته، ولی در مجموع 10 سال برای تیم اتلتیکو زحمت کشیده که در مجموع واسه اتلتیکو 200 خورده بازی کرده و 100 خورده گل به ثمر رسونده و به نوعی یه اسطوره خاص برای هواداری این تیم تلقی میشه، چرا که صحنه‌های خاطره انگیز رو با گلایی که می‌زده برای هواداران به ارمغان آورده. پس فرناندو تورس به اون اولی مهاجم برای ترکیب شد. چقدر دوستت دارم فرناندو، یعنی تو قلب من جای داری داداش. آخ دستم، اصلا بارسا و رئال نده، لباسم عوض نمی کنم دیگه. ناپولی، میدونی کی بوده تو ناپولی؟ سلطان مارادونا، دیگو مارادونا، اسطوره تیم ملی آرژانتین که این بار تو قلب هواداره کشور دیگه جا داشت. مارادونا توی کل دوران فوتبالش بیشترین بازی که برای یک باشگاه انجام داده ناپولی بوده که در مجموع توی 188 بازی موفق به زدن 81 گل شده. پس مارادونا به عنوان بازیکن بعدی برای ترکیب شد. چی دفاع نداره تیم؟ همه تو خط مقدمین. دفاعت بابا مثل آدمیزاد. باریکل سویا کی بود دیگه؟ سرخیو راموس. راموس بازیکن اسپانیایی الاصل که دوران فوتبالیشو از باشگاه سویا شروع کرد و الان که آخرای فوتبالشه میخواد توی باشگاه سویا تموم بشه. هواداری باشگاه سویا برای شروع و پایان دوران فوتبالی سرخیو راموس توی این باشگاه احترام زیادی قائلن و همیشه از اون به عنوان یه اسطوره نام میبرن.
پس راموس برو ترکیب شد. آقا راموس این 96 تو واسه ما 106 عشق. ببین این نبل دیگه رئال بارسا رو میخوام در بیارم. من بچرخون ببینم رئال بارسا رو دیگه بهم بده. پس رفتیم سرچ کردیم تو اسطوره های آرسنال رو پیدا کنیم. آقا بیار روی عشق. آقا بیار رو دفاع هم بازی میکنه، دفاع نداریم. پس پاتریک ویرا به عنوان دفاع وسط وارد ترکیب شد. آقا این 81 کی؟ آقا به قرآن بارسا و رئال نده دیگه ویدیو رو میبندم. برکل خدای شکرت بالاخره در میاد، پدرم در اومد. لیونل مسی عشق بارسایا، نفس بارسایا، رنگ و بوی نیوکمپ حالا اینجاست. شماره 10 اسطوره بارسا پس لیونل مسی به عنوان بازیکن بعدی برو ترکیب شد. عشق. اما فقط یه بازیکن برای تکمیل شدن تیم نیاز داشتیم، واقعا رونالدو در میومد. تو رو عربا پدره، تو رو عربا ناموست. باره کلا خدای جاکرت باورم نمیشه. بایس عاشق و اسیر و رامت خیلی خدا وکیلی یه بار چرخوندم در اومد. بهترین شماره 7 تاریخ، محبوب دل رئالی ها الان اینجاست، کریستیانو رونالدو. پس رونالدو باره ترکیب شد. حالا با یک بشکن ترکیب درست میشه. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدی حتما ویدیو رو لایک کنید و اگه جدید هستید حتما کانال رو سابسکرایب. حالا با ترکیبی که از اسطوره های هر باشگاه چیدیم به سمت بازی اول میرویم. اولین حریف تو بیرون سه بابا 3100 پدر سوخته. و اما ترکیب حریف یا حضرت عباس اون داره این ویدیو رو میگیره اصلا. اول پاس فرناندو تورس، فرناندو تورس پاس به جلو، لیونل مسی، لیونل مسی تو دروازه دقیقه 4 حاجی خدا چاده پینگم 120 شد یا امام زمان. بگیرون نیمار شو، بگیرون نیمار شو بابا، اسطوره پاس گرفته بده من، بگیر بگیر لیو عشق. برو 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 رونالدو، رونالدو 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 زد در به رونالدو، رونالدو پاسشو میده اونجا فرناندو تورس، تورس گل بعدی رو میزنیم حاجی. خدا شاهده پینگم 140 بود گل زدم. من پینگ 800 هم بازی کنم تو رو میبرم من. نه نمیبرم گل خوردم. لیونل مسی، لیونل مسی زیبای من، لیونل مسی زیبای من راه میندازه اونجا فرناندو تورس رو. اگر آفساید نباشه، اگر آفساید نباشه فرناندو تورس رفت. رفت فرناندو شوت بعدی گل. انصرافو بده. گفتم دوست دارم داداش، اصلا اتلتیکو رو پوشیدم. رئالی که اتلتیکو رو کی در آورده؟ خدا وکیلی این خدایی این آفساید نبود، خدا شاهده این آفساید نبود. گو خورده دو دفعه بس اونجوری داریم بازی میکنی. آقا سمیر رو ببین قشنگ انگار کف ربات کری اومده تو زمین. قدر چغر یا امام زمان. برگرد 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 نخوریم یا امام زمان. عمران عمران حتما اولیبرکان 104 زاویه بسته گل می‌خوره. اولیبرکان 104 زاویه بسته گل می‌خوره. همین الان پردش می‌کنه تو میرون. آها پاس زیبا، پاس زیبا. ریوالدو بره خلاص توپ شد. ریوالدو میزنه کادشو میده. تموم. بازی اول 3-1 می‌بریم. با درخشش فرناندو تورس و لیونل مسی از بازی اول 3 امتیاز به دست میاریم. پس بدون اینکه توی ترکیب تغییری ایجاد کنیم به سمت بازی دوم می‌رویم. و اما حریف دوم دیویژن 2. وای این خیلی قویه. و اما ترکیب حریف یا حضرت عباس و لیورکان 104 داره. باشی می‌بازیم. به خود ما داریم 10 نفره بازی می‌کنیم. یعنی ریوالدو داره یه لیگ دیگه بازی می‌کنه. وای 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 گفتم یارو قویه. بگیرین بگیرین. نزنه 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 دفعش کن. وای هرس دارم میخورم. چرا گل ندادیم به این؟ بابا این چه مشتی آخه میکنی اولیور؟ نگاه کن یارو داره چه جوری پاس میده. خدا وکیلی خدایی داری میبینی چه جوری داره پاس میده؟ اصلا پشتش پاس داد من نمیتونم. بزن بزن دیگه. باریکلا راموس. وای رونالدو 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 شوت کن. باریکلا باریکلا 3-2. وای وای آفساید نباشه، وای آفساید نباشه. تورس 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 وای باورم نمیشه. دقیقه به دقیقه بزن. وای بزن مسی توی دروازه است. به کریم من به تو میبازم با این پینگ. ما درخشش کل تیم تونستیم تمام زحمت های تیم حریف رو زمین بزنیم. بنابراین با کامبکی که زدیم این بازی رو مساوی میکنیم. از اون یکی ریوالدو داشت یه لیگ دیگه بازی میکرد، کلا داشت ترکیب به هم میزد. ترجیح دادیم یه سری تغییرات تو ترکیب ایجاد میکنیم تا تیممون هجومی تر بشه. پس از این بازی یک امتیاز به دست میاریم و به سمت بازی آخر میرویم. و اما حریف آخر یا حضرت عباس داداش ما تازه اومدیم دیویژن 1. و اما ترکیب حریف رودری طلایی تو کجا آوردی آجی؟ دم کارتی که داره میاد از این فوتبال بیرون بی سابقه است. کلا گاوی جلو یارو وایزادی مثل گاو داری نگاش کنی بره. علی علی هیچ گوهی نمیخوره. شوت کن شوت کن ریوالدو شوت. بابا بزن بزن چارجم دیگه. برو رونالدو رونالدو برو رونالدو برو
بزن بزن. بابا چجوری اینو سیو کرد؟ آجی خدا وکیلی ببری من راضیم، به خدا ببری من راضیم. دروازه‌بان تو چیه سیوی کرد که من تو عمرم نیه بودم. آقا مارادونای عشقم شوت مارون چی چسب داره دستش این اصلا؟ هر کاری میکنم گل نمیخوره. یا حلالت خدا وکیلی. عجیب بازی یارو خیلی خوبه. این حرکتی که داره میزنه من جواب بده پارس یارو. این ترکیبو تو پس 21 کی به میاد داده بود. بده مسی. وای وای گل چه گل چه گل چه وای وای دهنتو سرویس. برش حالا. برکلا اینم دومیشو بخور. گفتم اون ترکیب بگیری میبرمت. با این پینگ 115 من دارم با یارو بازی میکنم. با پینگ 115 نشوته نشوته. به قرآن 126 پینگ 150 160 بازی آخر وقت. دمتون گرم که تا آخر دیدین. خدا نگهدار.